حک ای که شاید طی سالهای گذشته از بازیهای اینترنتی و فیلمها به دنیای واقعی و نفوذهای سفت و سخت کشیده شده باشد ماجرایی که این روزها دیگر فقط رد آن را در فیلمها نمی بینیم. داستان حالا به یک جنگ سایبری در ابعادی بزرگ تبدیل شده است تکرار ماجرای حک سامانه سوخت کشور این گزاره را در ازهان عمومی ایجاد کرد که چرا فقط ایران مورد حمله هکرها قرار میگیرد در حالی که با مروری کوتاه و در بازه ی یک ساله، پیرامون متخاصم ترین رژیم در برابر ایران، می بینیم که واقعیت به شکل دیگری در حال رخ دادن است. رژیم صهیونیستی سالهاست که در زمینه هک و نفوذ سایبری علیه ایران فعال است. نمونه ی شاخص آن نیز ویروس استاکسنت است که علیه تاسیسات هسته ای ایران و با هدف نابودی آن به کار گرفته شد. در این بین اما خود این رژیم هیچگاه نتوانسته از پاتک های سایبری و حک گسترده مسوم باشد. موضوعی که نشان می دهد، دست دشمنان اسرائیل به هیچ وجه در زمینه پاسخ به نفوذهای سایبری بسته نیست. تیرماه ماه سال 99 گروه سایبری با نام انتقام جویان زیرساخت های شبکه برق رژیم صهیونیستی را هدف حمله سایبری قرار داد و 16 شهر سرزمین های اشغالی از جمله تلاوی و حیفا به عنوان مرکز اقتصادی این رژیم را در خاموشی فرو برد. این حمله برای سهیونیست ها که خود را پنجمین قدرت سایبری دنیا می دانستند هزینه بسیار سنگینی داشت و بیش از دو هزار نیرو به مدت سه روز درگیر رفع نقص های ایجاد شده در سیستم های برق این رژیم بودند. چند روز بعد نیز تأسیسات آب به این رژیم مورد حمله قرار گرفت که به گزارش یدیوت آهارانوت یکی از سنگین ترین تهاجم سایبری به تأسیسات این رژیم بود حملات به زیر های این رژیم به حدی گسترده بود که یه قال اونا رئیس شبکه سایبری این رژیم تاکید کرد که حملات سایبری در آن سال یعنی سال 99 به حدی گسترده بود که چیزی نمانده بود فاجعه حقیقی رخ اما حملات سایبری به زیرساخت های رژیم صهیونیستی به اینجا محدود نشد. مهرماه ماه امسال و درست در میانه عملیات طوفان الاقصا سیاه ترین دوره از نظر جنگ سایبری برای صهیونیست ها رقم خورد. 23 مهر ماه منابع ابری از خارج شدن 200 پمپ بنزین در سرزمین های اشغالی از مدار عرضه سوخت خبر دادند. دقایقی بعد یک گروه هکری اعلام کرد که زیرساخت های توزیع بنزین سحیونیست ها را حک کرده است. سحیونیست ها بعد از دو روز و به مرور توانستند توزیع سوخت را به حالت عادی بازگردانند. حمله بعدی اما سه روز بعد به تأسیسات برقی این رژیم وارد شد که طی آن برق مناطق گسترده ای از شهرک های صهیونیست نشین و شهرهای نظیر حیفا قطع شد هکرها حتی کنترل بخشی از شبکه را نیز به دست گرفته و فیلم دوربین های مداربسته شبکه های برق رژیم صهیونیستی را منتشر کردند هک خطوط راه آهن سیستم شهرداری خطوط انتقال آب برق توزیع بنزین و بسیاری دیگر از زیرساخت‌های های ها به خوبی نشان داده که آسیب پذیری این رژیم در برابر حملات سایبری بسیار بزرگتر از ادعاهای آنهاست. بدون شک در جنگ سایبری شکل گرفته میان سهیونیست ها و دشمنانشان آنها بسیار آسیب پذیرتر خواهند بود. زیرا قطع شدن منابع حیاتی و رفاهی این رژیم به راحتی میتواند یهودیانی که با وعده رفاه به این سرزمین آمدند را فراری دهد.